به نام خدا و با عرض سلام به مهمترین و تازه ترین خبرها تا این ساعت از تلویزیون یک خوش آمدید. من احمد شاه شکوهمند هستم و شما بیننده تازه ترین خبرها از تلویزیون یک هستید. خبرگزاری اوراسیا در مقاله ای نوشته است که نشست سوم دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد ناموفق بوده است. این خبرگزاری نوشته که در نشست پسین دوحه درباره افغانستان جامعه جهانی تلاش کرد تا موضع امارت اسلامی در قبال بانوان و حقوق بشر را تغییر دهد، اما موفق نشدند و حکومت سرپرست آن کشور در موضع خودش در مورد بانوان و تأمین حقوق بشر پا بر جا ماند. عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان در پیامی از زندان خطاب به حکومت و ارتش آن کشور نوشته که اسلام آباد بدون حمایت حاکمان کنونی افغانستان در جنگ بر ضد هراس افغانی پیروز نمی شود. او با انتقاد از سیاست حکومت شهباز شریف در قبال حکومت افغانستان گفته است که پاکستان نیاز فوری به احیای روابط با حکومت افغانستان دارد. همزمان با بدتر شدن اوضاع اقتصادی در افغانستان، شمار کودکان کارگر در ماه‌های پسین در پایتخت و برخی از ولایت‌های دیگر افزایش یافته و شمار زیادی از این کودکان در گرمای نفسگیر همه روزه کارهای شاق را انجام می‌دهند. رئیس جمهور ترکمنستان از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواسته است تا در اجرای پروژه‌های انرژی و ارتباطات در افغانستان کمک کنند. قربان علی بردی محمد اوف در این نشست گفته است که تطبیق پروژه های انتقال گاز و فایبر نوری از ترکمنستان به پاکستان و هند از طریق افغانستان ضروری است. در همین حال آگاهان تطبیق این پروژه ها را از مسیر افغانستان به سود اقتصاد کشور دانسته و آن را در کاهش میزان بیکاری سودمند می دانند. کنسولگری افغانستان در کراچی پاکستان گفته است که 9 شهروند افغانستان از ایالت آن کشور رها شده و به خانواده ها و نزدیکانشان پیوسته اند. این نهاد افزوده است که آنان به دلیل پایان زمان اسناد اقامتشان در آن کشور از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده بودند. همزمان با این نزدیک به 12,000 پناهجوی افغان از ایران و پاکستان به کشور برگشت داده شده اند. و در مهمترین های از جهان، بر اساس اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری ایران، مسعود پزشکیان پیروز این انتخابات شده است. از سوی دیگر در حمله های پسین روسیه در منطقه دونتسک در شرق اوکراین 8 تن کشته و نزدیک به 28 تن دیگر زخمی شدند. این بود مهمترین و تازه ترین خبرها تا این ساعت از یک. از توجهتان سپاسگزار. وقت بخیر. خدا نگهدار.